سلام من به بقی و به تربت صادق، سلام من به مدینه و به غربت صادق، سلام من به مدینه و به آستان بقی، سلام من به بقی و کبوتران بقی، سلام من به مزار معطر صادق که مثل ماه می درخشد به آسمان بقی. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت همه شما بیننده های عزیز. سال روز شهادت ششمین اختر تابناک امامت و ولایت حضرت امام جعفر صادق بر همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم و امیدوار هستم که از این امام بزرگ بتانیم شفاعت بگیریم و راه رو به راه این امامان بزرگوار باشیم. همراه شما عزیزان هستیم با برنامه روشنا و امیدوار هستیم که تا آخرین لحظات مثل همیشه ما را همراهی کنیم. همراه با خواهر خوب ما خانم دکتر رضایی هستیم. سلام گرم تقدیمشان میکنیم و خوش آمدید میگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم به سر شما همکار گرامی و آرزومندی هستم که انشاءالله خداوند در این روز با عظمت، روزی که همونطور که شما اشاره کردید سال روز شهادت رئیس مکتب جعفری امام جعفر ابن محمد صادق صلوات الله و سلام علیه هستیم، خداوند به ما این توفیق رو بده که تلاش کنیم، همه تلاش های خودخور انجام بدیم برای اینکه صداقت در گفتار، صداقت در رفتار و حتی خلوص و صداقت در نیت و تفکرات انشاءالله خدا به ما عنایت بفرماید و ما راستگویان، راست کردار، راست گفتار باشیم که بشود زیبنده و سزاوار این که نام ما را انشاءالله شیعه جعفری بگذاره. الهی آمین. سپاسگزار هستیم و عزیزان بیننده، ما در برنامه روشنا امروز در رابطه با موضوع انتظارات امام جعفر صادق علیه السلام از شیعیان هست. این موضوع رو میخواییم امروز بررسی کنیم و یاد ما باشه که امام صادق علیه السلام فرمودن که بنده مؤمن نیست تا زمانی که امامان خودشان را بشناسن، پیروی کنن و تسلیم فرمان آنها باشن. و نسبت به این موضوع سوالاتی داریم که از خواهر خوب ما خانم رضایی میخواییم پرسان کنیم و شما عزیزان هم اگر چنانچه سوالاتی در ذهنتان هست حتماً با نمبری که زنویس میشه با ما در ارتباط باشین. خواهر خوب ما خانم دکتر رضایی پاسخگوی سوالات شما هستن. خانم رضایی، حالا با توجه به روایتی از امام صادق علیه السلام که بیان کردیم و گفتیم که یک بنده مؤمن نمیشه تا زمانی که امام خودش را بشناسه و پیروی کند دستوراتشان، بله، حالا اگر بیایم ببینیم که پس وظیفه ما چی هست در قبال امامان ما و امام ما که ما پیروی کنیم از سیره این امامان، بله، چه وظیفه‌ای داریم؟ چه وظیفه‌ای در قبال این امامان داریم و سیره پاکشان؟ بله، بسیار تشکر از شما. به نکته بسیار مهمی اشاره کردید. ما در باب معرفت امام معصوم داریم. خب یک معرفت، معرفت به اصطلاح عمومی است، مثل ای که ما در حالت عادی میگیم که بیوگرافی، بیوگرافی یک فرد یعنی تاریخ تولد او، پدر او، مادر او، شهری که تولد پیدا کرده، سن و سال او، حالا اگر آدم مثلا عالم و دانشمندی، شاگردان او، استادان او و تقریبا مواردی از دست. خب یک وقتی هست که آگاهی و معرفت ما به عنوان یک پیرو و به عنوان یک شیعه، بله، فقط در همین حد خلاصه میشه که بدانم تولد امام صادق همزمان با تولد پیامبر گرامی اسلام در 17 ربیع است و شهادت امام صادق در 25 ماه شوال. عمر امام صادق تعداد سال بوده، میزان امامت امام صادق قسم بوده، امام صادق در کدوم شهر بودن، امام صادق رئیس مکتب جعفری است و و و حالا کل اطلاعات ما ممکنه در یک صفحه جمع‌بندی بشه. این هم معرفت است، قطعا این هم شناخت است، شناخت لازمی هم هست. یعنی شناخت ولی ما صرف به این محدود نمیشه که ما اینها را بفهمیم، بله، درستن. او شناختی رو که قطعا همطور که شما اشاره کردید در روایت امام معصوم علیه السلام و پیامبر گرامی اسلام و حتی در بحث‌های عبادی پروردگار متعال از انسان طلب کرده، معرفت و شناخت با یک نوع خلوص نیت و یک آگاهی که به تبعیت و پیروی و به اصطلاح یک نوع ولایت پذیری متهی بشه. یعنی وقتی که ما میپذیریم که
وجود نازنین امام جعفر صادق به عنوان ششمین پیشوای ماست. بله. پس طبیعتاً وقتی به این اندازه معرفت و آگاهی پیدا می‌کنیم، وظیفه اصلی ما است که بله. در سیره حضرت، در سلوک حضرت، در روایات حضرت و در بفرموده شما، در آنچه که حضرت از ما خواسته و توقع بله. حضرت دقت بکنیم و تمام تلاش ما این باشه که انشالله رفتار ما، کردار ما و گفتار ما مطابقت کنه با آن چیزی که امام معصوم از ما خواسته. و دقیقاً این نشانه ای است که ما آنها را قبول داریم و متوجه هستیم که آنها خیر و صلاح ما را میخواهند. درست است؟ بله. یعنی اگر ما دقت داشته باشیم به زندگیشان، به سیره و رفتارشان، متوجه میشیم که اینها همه الهی بودن و بله. چیزی است که مثل یک چراغ راهنما هستن برای ما که ما باید از اونها استفاده کنیم. کاملا درست. بله. الگو بگیریم. درست. خب به اشاره کردید به انتظارات امام جعفر صادق علیه السلام از بله. شیعیان. خب ببینید، ممکنه که این بسیار بحث گسترده ای باشه، یعنی اگر قرار باشه که ما روایات امام معصوم رو در قبال که در اون روایات توصیه ها شده و تذکراتی داده شده و خواسته هایی از جانب امام معصوم مطرح شده، قطعا نه در گنجایش این برنامه است و حتی نه در گاهی ممکنه در تخصص ما و در دانش آدمی مثل ما باشه، ولی من یک اصطلاح با اجازه بینندگان عزیز ما متناسب با زمانی که در این برنامه داریم و اینکه تلاش ما این بوده که برای بینندگان عزیز ما بسیار کاربردی باشه، یعنی تلاش بکنیم که انشالله قطعا دریای اقیانوس بسیار عظیمی است که ما باید از او بهره مند بشیم، ولی خب به تلاش ما متناسب با او زمانی که داریم است که انشالله او دست از معارف و او دست از انتظارات و توقعات امام معصوم را مطرح بکنیم که همه عزیزان تلاش بکنن که انشالله به اونها عمل کنن. من اینا رو در سه دسته تقسیم بندی کردم. دسته اول انتظاراتی که امام صادق پیرامون مسائل عبادی از ما دارند و دسته دوم پیرامون مسائل اجتماعی و در قسمت سوم پیرامون مسائل اخلاقی و فردی. اما در قسمت اول در مسائل عبادی ما ببینید، اول عبادت و اطاعت ذات اقدس پروردگار عالمیان است، بعد اطاعت و ولایت و تبعیت از اولیاء خدا، پیامبر و معصومین علیهم السلام، و بعد رابطه ما با کلام خدا که قرآنه. دقیقا در هر سه این مفاهیم، یعنی در مورد به عبارتی رابطه ما با خدا، رابطه ما با امام معصوم، با اولیاء الهی و رابطه ما با قرآن، در قسمت اول روایت بسیار شیوایی داریم از وجود نازنین امام جعفر صادق علیه السلام که متن به عبارتی روایت طولانی است. من ابتدای او رو میگم و بعد تلاش میکنم که ترجمهش که برای بینندگان عزیز ما بیشتر قابل استفاده باشه. حضرت میفرمایند که اوصیکم به تقوی الله عز و جل و الورع فی دینکم و الاجتهاد لله و صدق الحدیث و اداء الامانه. اما در ترجمه میفرماید که به هر کسی که پیرو ماست و به گفته های ما گوش فرا می دهد، این روایت رو به یکی از اصحاب خودشون حضرت می فرمایند، سلام مرا ابلاغ کن و بگو من همه شما شیعیان را اول به تقوای الهی، به پرهیزکاری در دین و تلاش و کوشش در راه خدا و راستگویی و امانت داری و سجده های طولانی و نیکو همسایه داری و ادامه این روایت که موارد دیگه رو حضرت ارائه میکنم سفارش میکنم. سفارش کردم. بله. بله. چرا؟ نکته جالبش اینجاست. زیرا هرگاه کسی از شما به این سفارشات من عمل کند، مردم میگویند این جعفری مذهب و شیعه است و من از این و از اعمال شما شادمان میشوم. و سایر مردم نیز میگویند این است روش ادب و تربیت امام صادق. ولی اگر بلخلاف این روش صادقانه و مورد انتظار بودی، بله. من از عمل کرده شما غمگین و شرمنده میگردم و مردم نیز با ناراحتی خواهند گفت این هم اثر تربیتی امام صادق است. چقدر زیبا و حساس اصلا بله. شما این که امام اول توصیه میکنن به تقوای الهی و پرهیزگاری و ادای امانت و راستگویی، بعد در ادامه میگن که فکر نکنید همونطور که شما اشاره کردید که این توصیه های ما برای خود ماست. بله. خب اولا که تقوای الهی موجب فلاح و رستگاری شما خواهد بود. درسته. راستگویی و ادای امانت موجب بالا رفتن شأن و جایگاه اجتماعی شما خواهد شد و به نفع خودتان است. منتها امام یک توصیه خیلی جذاب میکنن به این معنی که انگار مثل ای که پدرانه یک لطافتی در این کلام گنجانده شده که حضرت میفرمایند ببینید، اگر شما بر اساس این انتظار و این توقع عمل کردین، به نوعی باعث زیب و زینت ما هستید و خواهند گفت این فردی که این قسم عمل میکنه شیعه جعفر ابن محمد
صادر است. ولی اگر خدای نکرده خلاف ای توقع و انتظار عمل کردین، او هم باز دوباره رفتار شما بله. از باب اینکه ادعای شیعه بودن و ادعای پیرو بودن ما رو میکنید، گفته میشود که این هم به اصطلاح کسی است که ادعای پیروی از امام جعفر صادق بودن. ما مسئول هستیم در این زمینه. هر قدمی که میمانیم، هر رفتاری که داریم، هر گفتاری که از خود داریم و عملکردهایی که نشان میدیم، همه مسئول هستیم در قبال بله. امامان ما به واقعیت. چرا که بسیار دقیق و حساس بیان کردن اینجا. بله بله, بله. درست. خب اگر وقت داشته باشیم به مورد دوم بپردازم خانم زوری؟ بله فرصت هست تا میان برنامه. اما در قسمت دوم یعنی بسیار وقت کم هست، یک دقیقه هست. میخواییم که مورد دوم ما بعد از یک وقفه بگذاریم این منظوره. چرا که موضوعاتی که گفته میشه بسیار حساس و دقیق است و این انتظاراتی که امام جعفر صادق علیه السلام از ما دارن، اینا رو ما باید حتما مد نظر بگیریم در مسیر زندگی و خدای نکرده اگر قدم در مسیر منحرف و انحراف قرار بدیم، خب مسلم است که امامان ما و به خصوص امام جعفر صادق علیه السلام خدا نکنه که از ما ناراضی باشن. بسیار خوب، تشکر از همراهیتان. بعد از یک وقفه و میان برنامه باز هم در ادامه با شما خواهیم بود. بسم الله الرحمن الرحیم. ای شمع فروزان شبستان هدایت، ای ملجأ عالم همه عالم به فدایت، ای واسطه رحمت خالق به خلایق، ای هادی مخلوق به منهاج هدایت. انوار شما بود که در عرصه هستی بنمود تجلی به سحرگاه بدایت، ای آن که به عهد ستم و جور و سیاهی شد پرتو علمت علم راه هدایت. تو مهر فروزنده افلاک ولای خورشید بود پرتو از ظل لوایت، تو شمع شب افروز شبستان ولای عالم همه پروانه انوار لقایت. آن ابر عطای تو که عالم بنشسته مولا جان بر سفره جود و کرم و بذل و عطایت، زین فخر چه بهتر که احادیث و روایات، چی یار و چی اغیار کنند دستور روایت. در مدرسه علم تو چون انجم رخشان شد عالم دین تربیه به حد و نهایت، دو کوکب رخشان تو حمران و زراره هم جابر حیان تو خورشید درایت. آقا امام صادق در سنگر بحث و جدل و حجت و برهان حشام تو کردی ز 200 جیش کفایت، تو لاله زهرای و این احمدی زار مولا دارد به همه صبح و مسا شور و نوایت. اما 200 افسوس که کوتاه نیامد منصور ستم پیش از آزار و جفایت، آندم که تو را برد سراپای برهنه یک تن نبود آنجا که کند از تو حمایت. آن سند لعین بر تو چنان ظلم روا داشت که از غصه دل سنگ بسوزد به عزایت. از ابن ربیع آنچه تو دیدی و کشیدی جا دارد اگر گریه کنم خون ز برایت. شاها ز غمت آب شده قلب محبان، گریان محبان به تو هر صبح و مسایت. خب تشکر میکنیم از همه شما عزیزان بیننده برنامه روشنا. با موضوع انتظارات و توقعات امام جعفر صادق علیه السلام از شیعیان با شما عزیزان گفتگو صحبت میکنیم و انشالله که این انتظارات و توقعات خاص امام جعفر صادق علیه السلام را متوجه باشیم در زندگی و فکر میکنم که نکات بسیار مهمی هست که همه ما باید آگاه باشیم و بدانیم. خب خانم رضایی، در روایت اولی که شما خواندین بسیار دقیق همه اونا را
کلام به کلام و قدم به قدم بیان کردن. بله. که حتی بسیار مسائلی رو که ما شاید در نظر نگیریم خفل باشیم از او، شاید پیش پا افتیده باشه، ولی همه اونها را امام صادق علیه السلام بیان کردن، که حتی نمونه را که گفتن که با همسایگان. یعنی فکر کنین که چقدر نکات ظریف و ریزی است که ما از اونها شاید گاهی وقتا ممکنه غافل باشیم. دوست داریم بیشتر متوجه باشیم و بسیار ممنون از شما، تشکر. خب پس در قسمت اول گفتیم که رابطه با خود خدا، یعنی توصیه های امام صادق برای ما شیعیان به عنوان بندگان خدا، رابطه‌ای که با خدا داریم، که خدمت شما روایت رو عرض کردیم و همینطور بینندگان محترم برنامه. اما در قسمت دوم وظیفه ما نسبت به امام ما، وظیفه ما نسبت به ولی خدا، حجت خدا، پیغمبر و امام معصوم چیست؟ در یک روایتی حضرت می‌فرمایند رحم الله شیعتنا خلقو من فاضل طینتنا و اجنو به ماء ولایتنا یحزنون لحزننا یفرحون لفرحنا. این یک تعریف خیلی بسیار جذاب و زیبا داره، ولی اینا رو ساده است که حضرت می‌فرمایند خدا شیعیان ما رو رحمت کند که اونها از زیادی سرشت ما آفریده شدند و با آب ولایت ما عجین گشتند. آنان به خاطر اندوه ما غمناک می‌شوند و در شادی‌های ما شادی. یعنی ببینید، یکی از به عبارتی ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین و اولین گام‌های ولایت پذیری است که حضرت اشاره می‌کنند شیعه ما کسی است که در شادی ما شاد است و در غم و اندوه ما اندوهگین، با دوستان ما دوست و با دشمنان ما هم دشمن. اما این روایت بعدی داریم، حضرت می‌فرمایند که مقصود ما از معنای حقیقی کسی که پیرو ما و شیعه ماست اون نیست که در باز دوباره تاکید همونطور که در مورد تقوای الهی و ورع و سجده طولانی و مسائل عبادی داشتن، اینجا هم امام در مورد ولایت پذیری هم یه نکته حساسی رو دقیقاً تکرار میکنن و تاکید میکنن به سفارش و توصیه بسیار مهم برای همه شیعیان که صرفاً محبت شما و ولایت شما و ادعای شیعه بودن شما در لغلغه زبانتان نباشه، درست، بلکه این ادعا در وجود شما تجلی پیدا کنه، اعمال شما، رفتار شما، کردار شما نشان دهنده ای باشه که شما واقعا یک به اصطلاح اعتقاد و باوری نسبت به این ماجرا دارید. یعنی هم به لسان باشه، هم به قلب و هم به عمل. بله، همونطور که ما در مراتب ایمان رو داریم. بله، که بله. کمان که می‌دانیم که در روایات ما هر گاهی از استفاده و از واژه ایمان و مؤمن استفاده میشه، مقصود بر اساس تفاسیر گفته می‌شود که به عبارتی منظور و مقصود ولایت اهل بیت علیهم السلام. بله. و خاندان پیامبر گرامی اسلام. حضرت در جای دیگر میفهمند لیس من شیعتنا من قال بلسانه و خالفنا فی اعمالنا و آثارنا، ولکن شیعتنا من وافقنا بلسانه و قلبه و تبع آثارنا و عمل به اعمالنا اولئک شیعتنا. حضرت میفهمند شیعه ما کسی نیست که فقط به زبان بگوید شیعه هستم، ولی در عمل با ما مخالفت کند. آها. و آثار ما را زیر پا بگذارد. لکن شیعه ما کسی است که با زبان و دل با ما موافقت با ما موافق باشد و آثار ما را پیروی کند و مانند ما رفتار نماید، چون این کسانی شیعه واقعی ما هستند. جالبه که حالا متناسب با مفهوم همین روایت هم ما یک شعر بسیار زیبایی در حین مطالعه به چشمم خورد که بسیار زیباست و فکر میکنم بله. که مناسب هست که برای بینندگان عزیز ما میره بخوانیم. به نظرم بسیار پرمعنی است. درسته. این نه عشقی است برادر که به پیشانی ماست، این نه مهری است که تایید مسلمانی ماست. هر گناهی کرده و گفتیم خدا میبخشد، عذر آورده و گفتیم خدا میبخشد. بخششی هست ولی بله. قهر و عذابی هم هست. ای برادر، به خدا روز حسابی هم هست. این که از شیعه فقط نام بدانیم بد است، ما نمک گیر چنین لقمه بمانیم بد است. شیعه یعنی کفن سرخ بلا پوشیدن، شیعه یعنی می عشقی ز خدا نوشیدن. بسیار عالی، بسیار عالی. متشکرم. حالا خوشا به حال این شاعر که در میشود گفت که در تفسیر و تعبیر بله، عارفانه بله. و شاعرانه اون روایت امام این بسیار زیبای جملات رو و این کلمات رو تعبیر و تفسیر کردن. واقعیتش هم همیست که عاشقی رو شرط تنها ناله و فریاد نیست. تا کسی از جان شیرین نگذرد فرهاد نیست. باید واقعا این محبت، این پیروی، این تبعیت و این ولایت در رفتار و گفتار ما. حضرت می‌فرمایند اگر کسی ادعای شیعه بودن ما کرد ولی عمل او خلاف
عمل ما بود یا آثار ما رو زیر پا گذاشت، یعنی سنت ما رو، سلوک ما رو، مواردی که ما به او تاکید داریم و مورد تایید ماست، به اونها توجهی نکرد و بعد ادعا هم کرد که من شیعه هستم. ان شاء الله که خدا خواهم زوری فایده از اون ادعا. ادعا بله، خیلی هم درسته. وقتا انسان مثلا یک از روی تظاهر و از روی ظاهر یک کار رو انجام میده و صرف فقط به خاطر اینکه مردم ببینن و فریب بخورن و یا ای که احساس کنن که این مثلا مسلمان هست یا کارای بندگی داره، ولی تظاهر و ظاهر دقیقاً متناسب با همین صحبت شما روایتی از وجود نظرین امام صادق داریم که ازت میفهمن بعضی از شیعیان ما را وسیله برای امرار معاش قرار میدن، یعنی همون محبت و او به اصطلاح شعار دادن ها و او ظاهر سازی ها باعث میشه که مردم به اینا جذب بشن. حضرت متاسفانه بسیار هم تلخ است. خام زوری آدم گاهی وقتا با یک همچین مزامینی در روایات که روبرو میشه بسیار میترسه از خودش که نکنه خدای نکرده ما هم جزء او دسته باشیم، که ان شاء الله خدا به ما توفیق رو بده که اول معرفت و آگاهی ما رو بیشتر بکنیم و بعد تمام تلاشمون رو بکنیم. توفیق از خدا بخوایم که به آنچه که میدانیم عمل بکنیم، چون فقط صرف آگاهی هیچگاه باعث سعادت و فلاح نخواهد شد. اما در قسمت سوم به عبارتی رابطه ما به عنوان یک شیعه در کلام امام صادق، توصیه که امام صادق دارن، رابطه ما با کلام خدا، با قرآن کریم. حضرت نکته بسیار جالبی رو مورد تاکید قرار میدن، بسیار هم ساده. در روایتی امام معصوم علیه السلام میفرماید که القرآن و عهد الله الی خلقه فقد ينبغي للمرء المسلم ان ينظر في عهده و ان يقرا منه في كل يوم 50 آیه. حضرت میفرمایند قرآن عهدنامه است، این پیمانی است بین خدا و خلق خدا. بله. برای مسلمان شایسته است که هر روز به عهدنامه خود بنگرد و در هر روز 50 آیه از آن را تلاوت کنید. ببینید 50 آیه رو نهایتاً گاهی وقتا در سوره های مثلا کوتاه‌تر، در سوره های مکی، سوره های جزئی ممکنه یک صفحه بیشتر نشه، آیه های کوتاه. حالا در سوره های مثلا مدنی یا دسته سوره هایی که آیات طولانی‌تر دارن ممکنه گاهی وقتا 2 صفحه یا 3 صفحه بشه. ولی ببینید این رو حضرت شرط می‌گذارن، یعنی که قرآن عهد خداست بین او و خلقش. بله. فلذا بر مسلمان شایسته است و لازم است که هر روزی حداقل 50 آیه به این عهد مراجعه بکنه و پیمان خود رو روز به روز با خداوند تبارک و تعالی مستحکم بکنه. حالا اینکه تلاوت صرف فقط تلاوت باشه یا اینکه نه حتماً با تدبر باشه، با تفسیر. بله، ابتدایی ببینید گویا ما به اصطلاح ما در مسائل دینی و به عبارتی عبادات قاعده مثلا تساهل، این که حضرت میفرمایند قرائت یعنی کمترین کاری که میتواند بکند این است که روزی حداقل 50 آیه. ولی اگر که آمدیم در کنار قرائت کردن به ترجمه ها، مثلا ما که زبان عربی نیست، به ترجمه او حداقل در وهله دوم به ترجمه او دقت کردیم، در کمی بالاتر قدم بعدی به تفسیر او، شأن نزول او، مفهوم خود آیه، و بعد ببینید وقتی که خواندیم ترجمه را فهمیدیم و تفسیر و شأن نزولش آگاهی پیدا کردیم، اون وقت ان شاء الله مقدمه میشه با تمام وجود که بریم به سمت عمل کردن، بریم به سمت به عبارت این که به زیور قرآن زندگیمون رو آراسته کنیم و مطابقه با قرآن زندگی کنیم. خب رضایی، بسیار وقت‌ها هست که تفسیر قرآن و دانش او برای مردم کم سخت است. بله. ای که قرآن میخوانن، تفسیر از او رو بخوانن، شاید زیاد متوجه نشوند. بله بله. آیا باز هم میتونه مؤثر باشه برای یک نفری که فقط صرف قرآن تلاوت کنه بخونه؟ درست مثلا سوال پیش میاد، قرآن رو میخوانم ولی خب تفسیرش رو میخوانم، ولی خب اونطوری که باید متوجه شوم و بفهمم، خب توضیح داره، تشریح داره دیگه اون تفسیر قرآن. شاید یک نفری که عادی باشه، یک نفر معمولی، مثلا وقتی که میخونه، آیا صرف همون خواندن برش کفایت میکنه؟ میتونه تاثیرات خدا داشته باشه؟ ببینید، ما شعر زیبایی هست در زبان فارسی، حتما همه بینندگان عزیز ما شنیدن، میگه آب دریا رو اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. یعنی خداوند تبارک و تعالی به اندازه میزان فهم و درک هر کدوم از ما. درسته. اگر واقعا فهم اینه داریم که به تفسیر مراجعه کنیم و از روی تنبلی یا گاهی وقتا غفلت یا عدم تمایل مراجعه نمی کنیم و نمی خوانیم، یک بحث است. ولی اگر مراجعه کردیم به فرمودی شما ولی درست. آگاهی نداشتیم و بله. عمق معنی رو نگرفتیم، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خدا از هر کسی به اندازه بله دستور بله خداوند گفته اطاعت کردیم. پس باز تکرار می کنم که در قدم اول و کمترین کاری که وظیفه ما است نسبت به عهد الهی است که من هر روز عهد با خدا تجدید کنم. امام صادق علیه السلام میفرماید حداقل روزی 50 آیه. چقدر جالب است، یعنی قرآنی که ما هر روز میخوانیم یک
تجدید پیمان هست. پیمان نامه است بین خدا و بین خلق. صبح صبح هر روز ظهر بعد نماز، بعد هر وعده نمازی که حالا فرصت هست بیشتر مثلا برای خانم‌ها ممکنه که بیشتر وعده چاشت مثلا مردم بیرون بچه مکتب رفته مثلا پدر بچه‌ها خانه نیست دقیقا. بعد از اون یک فراغتی داره، یا بعد بعضیا میگن بعد نماز صبح، یا بعضیا مثلا وسط روز، فرق نمی‌کنه. اینکه امام تاکید می‌کنن به عهدنامه، به پیمان نامه. ببینید مثلا این میمونه که من هر روز به خودم یادآوری می‌کنم که کلام خدا، اگر من تمایل به این دارم که عهدم رو هر روز با خدا تجدید کنم، به سراغ چی میرم؟ به سراغ قرآن و تلاوت می‌کنم کلام خدا رو. و از او می‌خوام که خدا ان شاءالله به نور قرآن وجود ما رو و ذهن ما رو و روح روان ما رو ان شاءالله روحانی بگرداند. چرا که قرآن هر روز برای ما برنامه زندگی داره، یعنی همیشه تازگی هست. اتون است که مثلا بسیار از افراد شاید بگویند که قرآن خب بسیار قدیمی شده، شاید به روز نباشه، شاید بر طبق برنامه های امروزی گفته نشده باشه، ولی وقتی آدم با دقت به تفسیر اونا مراجعه میکنه میبینیم که نه، تمام مسائل زندگی در او ذکر شده، تمام روش های زندگی، حتی گفتار، رفتار، همه او در او مثل یک برنامه ریزی شده در او ذکر شده و گفته شده برای جوانان، برای همسران، برای خانواده ها، برای همه و همه حرف برای گفتن داره. به واقعیت یکی از اعجاز، یکی از ویژگی های منحصر به فرد کلام خدا و قرآن مجید است که همیشه برای هر عصر و زمانی حرفی تازه داره. و همونطور که شما اشاره کردید، نکته بسیار جالب ترش است که بسیاری از مفاهیم رو هر چقدر که تکنولوژی و علم پیشرفته تر میشه، تازه به این نتیجه میرسن که پس این قسمت از فلان آیه، فلان سوره قرآن معنیش ایست، تفسیرش مثلا به این مثلا متناسب با رشدی که در علم پدید میاد. قبلا ها ممکنه آگاهی کمتر بوده باشه، ولی مثلا به عنوان مثال یکی از آیاتی که خیلی هم در ابتدا ما آگاهی داشتید، ولی هر چقدر که مثلا در بحث جنین، در بحث رشد جنین در رحم مادر و او مراحل رو که طی می‌کنیم بسیار جالب بوده. خب اون ممکن است مثلا 300 400 500 سال پیش کسی به این واژه ها رو، تک تک اون واژه هایی که در مراحل رشد جنین در رحم مادر ذکر شده، اینقدری که الان الحمدلله با رشدی که در بحث های باروری هم به وجود اومده می‌دونیم. خب این هر چقدر که علم پیشرفته تر میشه، بعد اون وقت به این نتیجه میرسن که همون که کلام خدا همیشه دقیقا. تازگی داره. قرآن برای هر عصر و زمانی حرف نو و حرف تازه‌ای داره. کاملا درست. بسیار عالی. از اون بعد از یک وقفه همچنان برنامه روشنا را همراهی کنیم. صلی الله علیک یا جعفر ابن محمد ایها الصادق یا ابن رسول الله ای اشک چشم ما همه وقف عزای تو، دلهای دوستان همه صحن و سرای تو، چشمم سوی مدینه، دلم جانب بقی، گرم زیارت حرم با صفای تو، از لحظه این که خاک لحد بر تو چیده شد، خاک بقی نه، دل ما گشت جای تو. آیا در بقی شبی باز می شود تا در کنار قبر تو گریم برای تو؟ بردن دست بستن تو را سوی قتلگاه، بان که بود عرش خدا جای پای تو، ای صد مسیح زنده ذکر شبانت، خاموش شد چگونه صدای دای تو.
آخر ز زهر کین جگرت پاره پاره شد، ای پاره های دل گل بزم عزای تو تشیر شد، چو پیکر پاک تو تابقی میکرد گریه ختم رسول در قفای تو، چون شم آب شد بدنت از شرار زن، ای جان عالمی همه بادا فدای تو، ای جان عالمی همه بادا فدای تو. خب تشکر از همراهی همیشگی شما عزیزان بیننده. یک بار دیگه شهادت امام جعفر صادق علیه السلام را به همه شما تسلیت عرض میکنم و تشکر از اینکه همراهی کردین با موضوع انتظارات امام جعفر صادق علیه السلام از شیعیان با شما عزیزان گفتگو کردیم و بسیاری از انتظارات و توقعات را بیان کردیم و این انتظارات و توقعات فردی، خانوادگی و اجتماعی و اخلاقی هست. به قسمت اجتماعی و اخلاقی از او رسیدیم که از خانم رضایی عزیز پرسان میکنیم و که به هر حال انتظارات و توصیه های امام جعفر صادق علیه السلام لحاظ اجتماعی و لحاظ اخلاقی چی میتونه باشه برای شیعیان؟ بله، خب بحثی که وقتی که ما میگیم که روابط اجتماعی، مقصود ما روابط با دیگران است، روابط با به اصطلاح در بحث عبادی میگیم رابطه با خدا، در بحث اجتماعی میگیم رابطه با خلق خدا و در مباحث اخلاق و فردی منظورم است که رابطه‌ای که خودم با خودم دارم. در بحث اجتماعی پیرامون این که حالا در حتی در روایتی که در قسمت اول برنامه هم خدمت دوستان خواندم، زمانی که امام صادق تاکید بر ورع و تقوای الهی میکنن، با در کنارش همسایه را هم ذکر میکنن، نیک همسایه داری، یعنی همزمان با او هم به اصطلاح رعایت حدود الهی و حق الهی است و هم رعایت حق الناس و حق دیگران. منتها به صورت خاص یک روایتی، البته روایت متعددی داریم، منتها روایتی که من انتخاب کردم برای عزیزان ما این که امام بسیار تاکید دارن که شیعه ما کسی است که خدمت رسان است، که دلسوز است، که محبت میکنه، که کمک میکنه، که همکاری داره. بله. شیعه ما کسی است که دغدغه او برطرف کردن مشکلات همکیشان و هم آینان و هموطنان و همشهریه و هم محله ها و دوستان و آشنایان او باشه. بله. در روایت حضرت میفرماین به یکی از به اصطلاح شیعیان، یبن جمدب الماشی فی حاجت اخی کسائی بین الصفا والمروه. چقدر با عظمته. حالا به خاطر که روایت نیست ترجمه اون رو میخوام که وقت هم کمتر گرفته بشه. ای پسر جندب، هر که در راستای برآوردن حاجت برادر دینیش، ببینید برادر دینی یعنی تأکیدی نمیکنه که حتما او هم باید حتی شیعه جعفر ابن محمد، به صورت کلی برادر دینی او. بله. هر مسلمانی، حتی گاهی وقتا در بعضی از روایت داریم به صورت کل هر انسانی، هر که نیازمند کمک است. پس هر کس در راستای برآوردن حاجت برادر دینیش گام بردارد، چون کسی باشد که میان صفا و مروه برای انجام حج گام برداشته است. یعنی اینقدر ثواب داره و برآورنده حاجت برادر دینی، کسی که واقعا توفیق رو خدا به او بده، بتواند کاری بکنه برای کسی، همچون کسی است که در جنگ بدر و احد در صدر اسلام، که چقدر مثلا شهدای احد یا مجاهدان در جنگ بدر و احد چقدر حتی در قرآن از اونها نام برده شده و خداوند تبارک و تعالی به عبارتی فضیلتی برای اون مجاهدین قائل شده. حالا حضرت میفرمایند کسی که این توفیق رو پیدا کرده که حاجت برادر مؤمن خودش رو، برادر مسلمان خودش رو برآورده کنه، برآورنده حاجت برادر دینی، همچون کسی است که در جنگ بدر و احد در راه خدا به خون خیش آغشته گشته و به شهادت رسیده است. اون که دیگه شهادت بالاترین توفیقی است که خداوند ممکنه که به یک انسان عنایت بفرمایه. خدا هیچ امتی را
دوچار عذاب نساخته مگر هنگامی که به حق و حقوق برادران مستمندشان سستی و بی‌اعتنایی نموده. این یک هشدار بسیار بسیار مهم است که امام به ما توصیف به خصوص جامعه کشور ما. شما ببینید این که میگیم انتظارات امام صادق، این دیگه برجسته ترین نوع انتظار امام صادق است که رسما میگن که خداوند دوچار عذاب میکنه اون ملت و اون قومی رو که با حالا نمیپردازن، توجه نمیکنن به اصطلاح فقرا و مستمندانشان. نکته مهمی است که خانم زهوری، یک واقعیتی است که در جامعه ما اگرچه متاسفانه در سالهای اخیر میزان فقر و مشکلات اقتصادی بسیار، ولی خدا رو شکر الحمدلله بسیار هم زیاد هستن مرفهین و ثروتمندان و سرمایه‌داران در چه در داخل کشور ما چه در کشورهای خارجی که الحمدلله. لذا اینکه ببینید حضرت توصیه میکنن که بهترین کاری که ممکنه بکنید که ثواب شهادت در راه خدا، اونم نه هر شهیدی، شهید جنگ بدر و احد رو داره، اینکه مستمندی رو دستگیری کنید، حاجت برادر مؤمن خودتون رو برآورده کنید. و این بسیار نکته مهمی است که عبادت به جز خدمت خلق نیست، مسلمان نیست کسی که همسایه او گشنه بخوابه و گرسنه بخواب بره و او سیر باشه، مسلمان نیست. فکر کنیم شاید ما اصلا از همسایه های خود ما اطلاع نداشته باشیم، بی خبر باشیم و غافل باشیم. درست. خب به خاطر اینکه وقت بسیار کمه، من او مورد آخری و مباحث اخلاقی میپردازم. نکته اولی که در مباحث اخلاق فردی مطرح توصیه امام صادق، همون که من در اول بیانات من خدمت دوستان اشاره کردم، حضرت میگن توصیه میکنن تلاش کنید که به عنوان شیعه ما رفتار و اعمال صالح و شایسته داشته باشید. به چه دلیل؟ به یکی از اصحاب خود حضرت به صورت خاصی رو تاکید میکنم با توجه به روایت حضرت که کاملا مشخص بشه و واضح بشه که مقصود چیست. یا شقرانی ان الحسن من کل احد حسن و انه من که احسن لمکان و کم انا و ان القبیح من کل احد قبیح و انه من که اقبح. ای شقرانی، اعمال نیک از همه نیکوست ولی از تو نیکوتر است به خاطر نسبتی که با ما داری، و کارهای زشت برای همه زشت است، از همه زشت است ولی از تو زشتر باز به خاطر لمکان و کم انا. در این حال که بسیار با افتخار خانزوری، بسیار اصلا آدم یک احساس شعف، یعنی یک ارزشمندی خاصی، اینقدر عزت نفس یک شیعه رو بالا میبره که حضرت میفهمن لمکان و کم انا، تو جایگاه ما رو داری، تو رو با نام ما میخوانن، تو شیعه جعفر ابن محمد صادق هستی. حالا حضرت اون نکته ای که تذکر میدن، اگر کار نیک انجام بدی، کار نیک نیکه خوبه، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، ولی اگر تو انجام بدی بسیار ارزشمندتره. چرا؟ چون تو شیعه ما لمکان و کم منا به خاطر جای، و خدا نیاره روزی که، و اما اگر عمل زشتی انجام بدی، فمن یعمل مثقال ذره شرا یره، هر کسی در به عبارتی در گرو اعمال خودشه، ولی از تو زشتر خواهد بود. چرا؟ باز دوباره تو به خاطر انتصابی که به ما داری، چون دیگران تو رو به اصطلاح تعریف تو و تفسیر تو با ماست و تو رو از روی ما میشناسن و به اصطلاح به ما نسبت میدهن، این بسیار مهمتره. و اما آخرین گزینه که من حالا به دلیلی که خودم برام بسیار مهم است خانم زهوری، حالا اگر که بارها و بارها در مسائل حتی تربیتی اخلاق و فردی، حتی در مسائل رشد و توسعه فردی را تذکر دادم که نکته بسیار زیبایی است. ویژگی و انتظار، حالا توقع و انتظار امام صادق به صورت خاص از شیعیان است که تذکر میدن از خودتان حساب بگیرید، حسابرسی کنید هر روز. هر روز حالا داریم که هر روز این تلاش رو داشته باشیم که مراقبت کنیم، محاسبت کنیم خودتان از اعمال خودتان احسابتان رسیده میشه. ما داریم در روایت حاسبو قبل ان تحاسبو، از خودتان حساب بگیرید قبل از اینکه از شما حساب گرفته بشه. و این ویژگی به عبارتی شیعه امام جعفر صادق هست. حضرت در حدیث میفرمایند که، حالا من چون وقت کم هست فقط روایت فارسی روایت را میخوانم، ای پسر جندب، لازم است هر مسلمانی که ما را میشناسد، یعنی هر کسی که دایره داره که معرفت نسبت به ما داره و ما را دوست داره، در هر شب و روز به ارزیابی اعمال خود بپردازد و محاسبه نفس نماید. اگر بعد از محاسبه در کارنامه خود کردار نیکی دید، دید که کار خوبی انجام داده، برام بیفزاید، تازه مغرورم نشو، بیفزاید، درست. تکرار بکنه و بیشتر از اون. و اگر گناهی مرتکب شده، گناهی مشاهده کرد، از آن آمرزش بخواهد تا روز قیامت رسوا
نگردد و جبران کند. خوشا به حال بنده‌ای که بر خطاکارانی که از نعمت‌ها و خوشی‌های دنیا برخوردار شده اند قبطه نبرد. خوشا به حال بنده‌ای که دنبال آخرت باشد و برای به دست آوردن آن بکوشد. این بسیار نکته زیبایی است که حالا ما در وسایل روانشناسی هم میگیم یکی از کارهایی که باید بکنیم است که کسی موفقه که هدف داشته باشه. درست. و آدمی که هدف بنده قطعا برای رسیدن به هدف خودش برنامه ریزی میکنه و برنامه‌ای به صلاح و به کمال و موفقیت خواهد رسید که هر روز مورد بررسی قرار بگیره. حضرت دقیقا دارن همین رو میگن، میگن محاسبه کن اعمالت رو، روز و شبت رو بررسی کن. و بعد جالبش اونجاست که اگر دیدی کار نیکی کردی مغرور نشی، وظیفه ای انجام دادی، به عنوان انسان بندگی خدا رو کردی، وظیفه ای انجام دادی، از به خلق خدا رسیدگی، آره اصلا به خلق خدا رسیدگی کردی، باز وظیفه ای انجام دادی. اگر گناهی دیدی به سرعت زنگ خطر باید برات به صدا در بیاید که کاهش بده، او را از بین ببر تا خدایی نکرده یک دفعگی عجل نیاید که عجل کاملا بی خبر میاد به خود. حضرت میفرمان تا نکنه که او این عمل گناه تو رو همزمان با او عمل گناه برسی و یک دفعه به اصطلاح وقتی که مرگ بیاید، اجل بیاید، میریم تا روز قیامت که با همون عمل زشت و به عبارت خدای نکرده معصیتی که کردیم ما رو به عبارتی دوباره در حشر حاضر بشیم. حضرت میفرمایند مبادا گناهی داری از قطعا از گناه خودت آمرزش به طلب تا روز قیامت فرا نرسد، که به عبارت یک دفعی دوچار یک حال بذارید روز شهادت هست، چند تا دعا کنین برای ما. از خدا بخواییم که به حرمت امام جعفر صادق به ما این توفیق رو بده که به حقیقت و به معنای واقعی کلمه فقط و فقط در محبت لسانی نه، بلکه در محبت قلبی، یعنی همین که حضرت میفرمایند یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا، شادی و غم ما آینه ای باشد که ما وقتی، یعنی هرگاه محبت و ولایت ائمه اهل بیت علیهم صلوات الله و خصوص امام جعفر صادق آینه ای در مقابل ما باشه که هر وقت خواستم بخندم ببینم که از این خنده ایمه امام معصوم علیه السلام راضی است، هرگاه شادی بسیار زیادی داشتم هر عمل شادی ما آیا مورد تایید امام معصوم هست، و اگر حزنی و غمی در اندوهی در دل اومد ببینم که آیا واقعا این مورد تاکید است. اگر حزن اندوه به خاطر دنیا بود در آینه نگاه کنم و ببینم که خب اگر فقر، اگر تنگ دستی است، اگر مشکل امام معصوم هم در فقر بوده، در زمانی که در زمان حاکمیت حضرت امیر بسیاری از مردم به شدت در فقر بودن، خب حضرت هم با هم به همزمان با اون حتی در توصیه های اخلاقی امیرالمومنین داریم که روا نیست و سزا نیست که حاکم نوعی زندگی کند که به اصطلاح برتر از سطح فقیر جامعه باشه، بلکه باید تمام تلاش رو بکنیم. لذا اگر اینو یعنی واقعا تلاش بکنیم که قلبی، حتی محبت های ما، حب و بغض های ما هم قطعا در مسیر حب و بغض ائمه اهل بیت باشه و در نهایت اعمال و رفتار و همه اعضا و جوارح ما به گونه‌ای باشه که انشاءالله مصداق شیعه بودن، پیرو بودن و ولایت پذیری در مورد ما صدق بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه ما امیدوار هستیم که خداوند تبارک و تعالی به حرمت پیامبر گرامی اسلام در روز قیامت، ما انشاءالله دو تا مستمسک اصلی داریم، یکی قرآن و یکی اهل بیت. خدا انشاءالله ما رو این توفیق رو بده که تا زنده هستیم متمسک بشیم به این دو ریسمان محکم و این دو امانت بزرگ پیامبر، و انشاءالله در روز قیامت از شفاعت هر دوی این، هم قرآن کتاب خدا و هم ائمه اهل بیت، انشاءالله بی نصیب نباشیم. الهی آمین. تشکر و سپاسگزار خانم رضایی، استفاده بردیم و حتما عزیزان بیننده ما هم که تا این لحظه همراه ما بودن استفاده های لازمه بردن. سپاسگزار هستیم از خانم دکتر رضایی که امروز کارشناس برنامه ما بودن. از حضور ایشان خدافظی میکنیم و از حضور شما عزیزان هم که تا این لحظه همراه ما بودن سپاسگزاری میکنیم و از حضور گرمتان خدافظی میکنیم. امیدوار هستم که جز شیعیان واقعی باشیم و در این روز شهادت کار کنیم که سربلند باشیم پیش امامان بزرگوار خود ما. خدا نگهدار همه شما عزیزان و التماس دعا.